پنجمین روز اعتصاب قضای زندانیان سیاسی زندان اوین در حالی سپری می شود که تاکنون عماد الدین باقی از میان آنها آزاد شده، محمد جواد مظفر به مرخصی آمده و صبح امروز عبدالله مؤمنی و ابوالفضل قدیانی به بهداری زندان اوین منتقل شدند. در همین ارتباط گفتگوی انجام دادیم با خانم طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، از زندانیان اعتصاب کننده در زندان اوین. خانم طاهریان، امروز پنجمین روز اعتصاب قضای عماد بهاور و 11 زندانی سیاسی در زندان اوین هست. شما فکر میکنید که دلیل این اعتصاب قضا چه بوده و اهداف عماد بهاور و دوستانش از این اعتصاب قضا چی بوده؟ بله، همطور که همه میدونن ما هفته پیش که برای ملاقات رفته بودیم، خب جریان را از قبل شنیده بودیم. وضعیت بسیار ناراحت کننده بود، خیلی از نظر روحی بعد از فوت حاله صحابی و رضا خدا صابر بسیار وضع روحی بدی داشتن، بازوبند مشکی زده بودند و هم ما خودمون ملاقات کننده ها و هم ملاقات شونده ها هر دو طرف از نظر روحی بسیار ناراحت بودیم. بعد اینا تعریف کردن که چه مسئله پیش اومده و گفتن که ما به هر صورت باید یک عکس العملی نشون بدیم، اگرچه عماد خود شخصا من میدونم هیچ وقت موافق اعتصاب قضا نبود اصلا. حتی من بهش گفتم آقای دلیرستانی اعتصاب قضا کرده، خانمش خیلی ناراحته، بهش باش صحبت کن. گفت آره باش صحبت کردیم، امروز دیگه اعتصابشو میشکنه. اصلا موافق این مسئله نبود، ولی خب انقدر فشارشون زیاد بود، انقدر مسئله ناراحت کننده بود که خب فکر میکنم که منجر به این شرایط شد. این انتظار داشتن که به هر صورت بعد از اون شهادتنامه که نوشته بودن خب یه بررسی بشه، یک به هر صورت دلجویی بشه، یه خبری بشه، سوالی ازشون بشه، ولی متاسفانه هیچ خبری نشده بود. خب به هر صورت اینا هم آقای صاحب خب همبندیشون بود، مدت ها با هم زندگی میکردن اونجا، بالاخره نمیتونستن بی تفاوت باشن. حالا آدم ماها که اصلا اونجا نبودیم، واقعا به قدری تحت تاثیر قرار گرفته بودیم، بالاخره باید یک عکس العملی نشون دادن، چون کاری دیگه نمیتونستن بکنن، خب دست به اعتصاب قضا زدن. خب شما پیگیری کردید تو این زمینه، مسئولین پاسخگو بودن نسبت به مشکلاتی که وجود داره؟ آیا به دغدغه‌های شما کسی جوابی داده؟ ولی ما انتظارمون امروز هم من دادستانی بودم، هیچ کس رو نتونستم ببینم. من اصلا تعجب میکنم که ما چطوری نمیتونیم آقای دادستان رو ببینیم. من بارها این صحبت کردم، اوائل کارشون درابرمون باز بود. آقای سعید معتزدی ما دلمون خوش بود که ایشون هستن و ما میبینیمشون، الان به هیچ عنوان ایشون رو نمیتونیم ببینیم. متاسفانه یه نماینده میفرستم دم در، صحبت ها رو بهشون میکنیم یا نامه ای بهشون بدیم، منتظر میشیم که تلفن رو ما بکنن تماس بگیرن که اونم تلفن رو تماس نیست. حتی من چندین باره که مراجعه کردم برای مرخصی برای عماد که خوب به هر صورت حقشه، حقوقشه، چرا نمیتونی بیاد مرخصی نزدیکی یک سال و نیمه؟ متاسفانه جوابی به من ندادن. خب معلومه ما انتظارمون اینه که جوابگو باشن، دلیلش رو بگن، علتش رو بگن، این مسئله چه جوری پیش اومده، خب کسی که باعث این مسئله شده باید مشخص بشه. ما توقعمون اینه، این بچه‌ها که الان اونجا اعتصاب قضا کردن، خب ما همش نگرانیم، من خودم باشون همراه هم، من الان چند روز خودم با بچم همراه هم، خودم اصلا آدم سیاسی ممکن نباشم اصلا، ولی به هر صورت من یه مادرم، نمیتونم تحمل کنم، هر چیزی میخوام بخورم اصلا نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم بخورم، حتی اگر اعتصاب هم نداشته باشم اصلا نمیتونم چیزی بخورم. به هر صورت ما انتظار داریم که رسیدگی بشه، بررسی بشه. خب هر آن ممکنه برای هر کدوم از اینا در اعتصاب قضا هم نباشن، به اصطلاح مشکلی براشون پیش بیاد، آیا باید اون برخورد بشه، آیا باید رسیدگی نشه؟ ما توقعمون انتظارمون اینه که هر چیز زودتر رسیدگی بشه و اینا بتونن اعتصابشون رو بشکنن، برای اینکه ما همه نگرانشون هستیم.